امام میفرماد میدونید ما چرا انقدر به شما میگیم با این سنی ها مخالفت بکنین؟ لأن الرشد فی خلافه، برای اینکه اگر هدایت میخوای، میخوای به واقعیات برسی، با اینا باید مخالفت بکنی. غلط مخالفت غیر نزاعه با. آخه این تو سخنانی ها هم میگن ما هیچ مخالفتی نداریم. ما از خدا مخالفت داریم تا پایین. تو خدا اختلاف داریم، تو پیغمبر ما فقط اشتراک در قبله داریم. تو خدا اختلاف داریم، تو پیغمبر اختلاف داریم، تو امامت اختلاف داریم. فرد به فرد تو نماز، تو روزه، حج، جهاد، خمس، همش اختلافیه. امام هم میفرماد با اینها مخالفت بکن. غلط برخورد خارجی، قولوا للناس حسنا، خوش برخورد باشید با مردم. این ناس شامل کمونیست هم میشه. شما یه کمونیستی را میبینی برخورد اجتماعیت خوب باشه. نزاع یه مطلبیه، برخورد یه مطلبیه که نباید کاری بکنیم نزاع شیعه و سنی بشه، اما اختلاف ما خیلی داریم. غرض این کلمه اختلاف با نزاع قاطی میشه. ما نزاع نداریم و الا اختلاف از کردم از خدا داریم تا همه فروعاتمون. الا کلها روایات هم زیاده در این زمینه. الان یه روایتی یادم افتاد، امام میفرما لا تأخذن نه معالم الدین که معالم الدین که من غیر شیعتنا، دین تو از غیر شیعه نگیر، یعنی سراغ علمای سنی نرو. چرا؟ لأنهم خان الله و رسوله، برای که اینا دزدن، خیانت کردن، هم به خدا هم به پیغمبر، از اون رئیس کلشون بگیر تا این پایین، اینا خیانتکارن. شما در دینتون به اینا مراجعه نکنید. خالفو هم مستطعتون، برای دستور مخالفته، اما در امر دین، یعنی در امر دینه، در روایات میخونیم اگه اونا چیزی رو گفتن واجبه شما بگین واجبه، اگه اونا چیزی رو گفتن حلاله شما بگین حرامه، اگه اونا گفتن حرامه شما بگید حلال. اینا روایتشو میخونیم. علی کل حال اینا اختلاف ما با اینها زیاد داریم. حالا ایشون میفرماد یکی از ادله‌ای که دلیل بر حجیت خبر از طریقا این تعلیلاته.